اینجا جمع شدیم همه ما گذشته از این که میدونیم که میتواند خطراتی رو ایجاد بکنه برای جان ما، اما این ایمان رو داریم که خداوند ما با ما هست. آمین. حتما بهداشت رو باید رعایت کنیم، حتما تمام آنچه را که علم پزشکی امروز میگه برای دوری از این ویروس رعایت میکنیم، اما ایمان داریم دعا در نام عیسی مسیح قدرت بی‌نظیری داره. آمین. و با این دعا میخواییم پیش بریم که بتوانیم نام خدامون رو جلال بدیم. هرگز مبارزه نمی کنیم با قوانینی، هرگز اهل خرافات نیستیم، ما ایمان داریم. من ایمان دارم چرا که من سلامتی دختر بزرگم رو از عیسی مسیح گرفتم زمانی که تمام پزشکان رد کردن سلامتی رو. پس من ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش قادر هست و میخواد تمام مبتلایان به ویروس کرونا رو شفا بده. آمین. پس ما همه ما اینجا هستیم که با قدرت دعا کنیم و خواهشمند هستم که در این قسمت لطفاً هموطنانی که با ما هستید روی اینستاگرام، روی فیسبوک با ما یک دل باشید. قسمتی از کلام رو امروز خواهیم شنید و نیز دعایی رو خواهیم شنید. لطفاً با ما باشید، همراه باشید، دست یاری بدید. ضمناً مدتی هستش که الان ما دیگه روی شبکه امید جاودان رو ماهواره نیستیم و نتوانستیم اون 300 نفر رو نیز آماده کنیم. البته 50-60 نفر درست شدن، خدا رو شکر. خدا بهتون برکت بده از اینکه دست یارید و اینو داریم ادامه میدیم. یعنی این نیستش که ما رهاش کنیم و تا بتوانیم سعی میکنیم شبکه رو روی ماهواره داشته باشیم. خوشبختانه واکنش های خیلی خوبی رو گرفتیم، پژواک خیلی خوبی رو از ایران گرفتیم، مردمی که نجات پیدا کردن، ولی این رو ادامه میدیم. من ادامه دادم، من شروع کردم. عزیزان اگر به سیستم چرخ‌دنده آگاه باشن، به طور خاص ساعت‌هایی که چرخ‌دنده‌ای هستش، میدونید یک موتور داره و اون موتور یک چرخ‌دنده داره. وقتی اون چرخ‌دنده میچرخه، چرخ‌دنده بعدی رو میچرخونه و اون باید یه چرخ‌دنده دیگه رو بچرخونه. خداوند منو چرخونده. من با رهبران و خادمی صحبت میکنم، اونا هم چرخیدن، شما هم چرخیدید. آیا شما توانستید یکی دیگر هم بچرخونید یا نه؟ موضوع اینه، موضوع این هست. اگر خداوند موسی رو بلند میکنه برای آزادی اسرائیل، باید قوم خدا دست به دست موسی بدن تا این رویا به کمال برسه. اگر ندن 40 سال میمونه. آیا موسی مقصره؟ آیا خدا مقصره؟ آیا خادمی مقصرن؟ چون همه شما هم چرخیدید، 50-60 نفر چرخیدن، اما میباید مطابق نامه دوم تیموتائوس 2:2 میگه آنچرا که پولس رسول میگه به تو گفتم به دیگرانی بگید که بتوانند به دیگران بگن. پس ما یه دو مرحله رو پشت سر گذروندیم.
من به شما عزیزان گفتم، شما لطف کردید، فقط نمیدونم آیا شما به دیگران گفتید یا نه. این یه سوالیه که هر کی باید از خودش بکنه. کشیش رسول گفت منم چرخیدم تو این رویا، آیا من یکی دیگر رو چرخوندم؟ اگر من کسی دیگر رو چرخوندم خدا رو شکر، آیا اون یکی یه نفر دیگر رو چرخونده؟ ما بروشورایی رو آماده کردیم، کارتایی رو آماده کردیم که شما اینها رو پخش کنید. آیا پخش شده یا نشده؟ پس مسیحیت مسئولیت، فقط دعا نیست، فقط رویای خدا نیست، در کنار دعا و رویا همته که کلیسای پسر مسیح در کنار خادمین و رهبرا ما این همت رو داریم و سکوت نخواهیم کرد. همونطور که شما عزیزان دارید، سپاس از دست همکاریتون، ادامه بدید لطفا، ادامه بدید تا ما بتونیم این شبکه رو روی ماهواره داشته باشیم و نام عیسی مسیح رو جلال بدیم. آمین. از خواهرم شادی میخوام که برای قسمتی از کلام خداوند که میخوایم اعلام کنیم دعا کنم و همچنین با هدایت خدا برای مبتلایان به این ویروس لطفا دعا کنیم. ممنون میشم. خداوند الان میایم به حضورت هممون یک دل و میدونیم تو حضور داری، تو پادشاه هستی و تو حضورت تو روح زانو میزنیم بهت خداوند و جلالت میدیم پدر جان و میدونیم وقتی که به نام عیسی مسیح دعا میکنیم خداوند مثل یک عطر خوشبو میرسه به تخت فیضت خداوند و تو گفتی که هر کی دعا میکنه به نام تو باید ایمان داشته باشه که تو میشنوی و جواب میدی و گفتی که غیر امکان هست که یک کسی بتونه خدا رو خوشحال کنه اگر ایمان نداره. واسه خداوند ایمانمون رو میاریم به حضورت، هر کوچیک باشه یا بزرگ، هرچی هست میاریم به حضورت و میگیم تو مالتیپلایش کن خداوند. همونجوری که عیسی مسیح 5000 نفر رو میبایست غذا بده ولی غذا نبود، واسه این 5 تا نون و چند تیکه ماهی برداشت، شکر گفت و آورد با حضور تو و شاگردان تونستن همه رو غذا بدن و حتی لفت اوور بود خداوند. و همینطور ما میخوایم تو با ایمانمون کار کنیم، مالتیپلایش کن خداوند. میدونیم پدر جان همه این کلامی که شنیدیم واسه ماه به ماه، سال به سال خداوند، این کلام الان تو قلبمون هست که این وقته such a time as this که ما بتونیم اعلام کنیم امید تو رو خداوند به مردم که تو تاریکی هستن، نوری که می درخشه از ما خداوند شفا بخش باشه پدر جان و بتونیم بایستیم به عنوان نماینده تو، سرباز تو خداوند. آمین. و ایمان بدیم پدر جان، امید بدیم به مردم و همینطور الان دعا میکنیم کلامی که آماده شده که پخش بشه از طریق کشیش رسول خداوند، میدونیم تو برکت دادی به هر قلب را آماده کن، به هر شخصی که گوش میده الان و تو آینده پدر جان به ضبط میگیم شکر که آمادشون کردین که کلام تو رو بطلبن و رشد کنه و برکت باعث برکت باشه تو زندگیشون و تو زندگی مردم. همه اینو به نام پرقدرت حقیقانه عیسی مسیح ناصری دعا میکنیم. آمین. بجه نشید، عرض کردم ما روی ماهواره نیستیم عزیزان، الان مدتی هستش که مدت کمی هست روی ماهواره نیستیم، پس خواهشمند هستم که در این قسمت ما رو حمایت کنید. من تلفونم آوردم اینجا چون توی این چند روز به طور خاص روی واتساپ هموطنان عزیز ما از ایران با من خیلی تماس گرفتن و درخواست دعا کردن، بنابراین منم این گذاشتم اینجا، اگر ببینم از ایران هست میخوام جواب بدم و میخواییم برای اون خانواده ها دعا کنیم. متاسفانه افراد وقتی توی یک خانواده یک نفر این ویروس رو میگیره
چه بخوان چه نخوان، چه رعایت بکنن چه رعایت نکنن، بقیه خواهند گرفت. و خبرهایی که میاد این هست، یک عضوی از یک خانواده وقتی که این ویروس رو گرفته، شخصی که رفته توی اون خانواده کمکش کنه بیمارستان ببرتش، اونم گرفته، برگشته بقیه هم گرفتن. از این رو خب این خطرات هست که همیشه فکر کنم رسانه‌ها در این رابطه صحبت کردن، ولی ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش پاک خواهد کرد. آمین. ما منتظر این نیستیم که روز بدتر بشه، ما منتظر این هستیم که به فیض خداوند هر چی زودتر این ویروس برداشته بشه و قوت خداوندم با ما باشه. از دو جان خواهش می‌کنم لطفاً مزمور 121 رو بیاریم. من کلامی رو آماده کرده بودم نسبت به درسی که داریم در طول این ایام پیش میریم، اما به خاطر اینکه امروز روز دعا اعلام شد، خدا من با قلبم صحبت کرد که در این رابطه صحبت کنم بیشتر، اینکه بدونیم ما چگونه میتوانیم از این طوفان‌های زندگی به توسط دعا رهایی یابیم. به چند نکته حتما اشاره خواهم کرد. اگر آماده باشه از پرویز عزیزم میخوام که لطف کنن بعدن روی تابلو بذارن اون نکات رو، ولی بریم بشنویم از مزمور 121 که نویسنده آنچرا که چشیده، آنچرا که تجربه کرده رو داره نقد میکنه برای همه ما، تا به این طریق بتوانیم با قدرت و قوت بیستیم در دعا. اعانت الهی. چشمان خود را به سوی کوها برمی افرازم که از آنجا اعانت من می آید. در از اشاره به سوی خداست که اعلام میکنه به سوی خدا دارم چشمان خودم رو می دوزم. بله، به محبتش، به حکمتش. اعانت من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. تجربه کرده، به راحتی می دونه. خدا رو شکر برای پزشکان، خدا رو شکر برای وکلا، خدا رو شکر برای تمام متخصصین. اما فرزندان خدا میدونن که اجابت نیازهاشون از دستان پرمهر خدا میاد. اون حکمت رو نیز خدا به پزشکان خواهد داد، به وکلا خواهد داد، به متخصصین خواهد داد، حتی به خود شخص میده، مطابق آنچه که در نامه کتاب ارمیا 33:3 اعلام میکنه. مرا بخوان که تو را اجابت میکنم، و میگه از آن چیزهایی که نمیدانی تو را آگاه خواهم کرد. بله، او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. این ایمان ما هست که اون عاشق ماست، اون ما رو دوست داره، هرگز مجال اینو نمیده که تو این لغزش من و شما بترسیم، من و شما نگران باشیم، من و شما شک کنیم، من و شما ناامید بشیم، مایوس بشیم. بله، او که حافظ توست نخواهد خوابید. اینک او که حافظ اسرائیل است نمیخوابد. بله، اطمینان داشته باشید. اگر بر روی زمین انسان‌هایی هستن که نسبت مسئولیت‌های خودشون اگه شب قراره بخوابن نمیخوابن، مثل مادرها، همه ما تجربه داریم، وقتی کوچیک بودیم، بچه بودیم، تب می‌کردیم، مادر و پدر بالا سر ما بودن، به طور خاص مادرها بالا سر بچه بیدارن. حالا بالای سر بچه بیداره، ولی بهش میگه چی؟ میگه بخواب. میگه بخواب، من هستم، من بیدارم. غیر از این هست، مادرها الان زیادن، خدا روش یه دست بزنیم برای مادرها، برای وجودشون، برای این دلسوزی که از خدا آمده. حالا اگر خدا این مهر و این عشق رو به مادرها داده که مادرها در زمان سختی‌ها و مشکلات شب نخوابن، حواسشون به بچه هاشون باشه، چقدر بیشتر خدا حواسش به من و توه، چقدر بیشتر الان خدا حواسش به مردم جهان هست. حتی اون انسانی که امروز خدا رو باور نداره به هیچ وجه، اصلا میگه خدا وجود نداره، ولی اون شخص برای خدا وجود داره، خدا داره نگاش میکنه، اگه تو درد و رنج هست خدا داره صداش میکنه، میگه تو فرزند من هستی، من تو رو دوست دارم، داره پیگیریش میکنه. اسکندر که همه به خوبی میشناسیم که پدکننده خیلی از کشورها بوده، زمانی که میخواسته برای کشورگشایی به یه جایی حمله کنه، قبل از این که
بخواد فرسوب بشه برای حمله کردن، میرفته به این لشکرها و ارتش و سربازاش سر میزده نصف شب، و اگر میدیده مثلا بیدار هستن میترسن بهشون میگفته بخوابید من بیدارم نگران نباشید. اگر اسکندر که نامش به خوبی هم عنوان نشده یک چنین دلی برای سربازا داشته، آیا خدای ما بیشتر از اسکندر ما انسانها رو دوست نداره؟ آمین. پس چرا میترسیم؟ پس چرا نگران هستی؟ چرا مجال ترس و نگرانی میدی؟ اونقدر میترسیم که به جای اینکه یک کار درست انجام بدیم بازم کارهای اشتباه انجام میدیم. امروز شمعون عزیز میگفت، به شوخی البته، یکی از بستگان ما نوشته بود انقدر کرونا گفتن دیشب که زلزله شد از خواب پرید رفتم دستمو شستم دوباره خوابیدم. یه موقع ما شاید یه کارایی میکنیم منطقی عاقلانم نیستش، این ترس هست، حکمت تو رو میدوزه، آرامش تو رو میدوزه. بله، و به خواب نمی رود. خداوند حافظ تو می باشد، خداوند به دست راستت سایه تو است. آمین آمین. آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد رسانید و نه مهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی نگاه می دارد. هللویا. او جان تو را حفظ خواهد کرد. ایمان داریم. خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت. آمین. از الان تا ابدالآباد. آمین. آمین. آنچه که در این کلام با قلب من خدا صحبت کرد، به 7 نکته میخوام اشاره کنم. داریم نکات رو؟ بله. من صحبتشو میکنم تا برادر پرویز لوت کنم بذارم. یه دست برای برادر پرویز عزیزم بزنید. برادر عزیز و با غیرتی که، و همچنین خادمین، همه خادمین، یه دست بزنید برای همه خادمین که هیچ کدوم اینها تو خونه نشستن و بلند شدن برای نوع خدمتشون اومدن. واقعا این افتخار ماست. آمین. هاللویا. این افتخاره برای یک کلیسا که خادمینش اونقدر دل دارن برای مسیح با هر شرطی. با توجه به اینکه پرویز عزیزم یک کسالت خاص نسبت به خودش رو داشت، ولی بلند شد اومد، ازش خواهش کردم نیاد، ولی گفت نه، این چون این موضوعی نیستش، من میام کار خداوند انجام بشه. و این غیرتی است که خدا به کلیساش داده. نکته اول که من از آنچه که این نویسنده اعلام کرده که همه با الف شروع میشه، دعای با ایمان هست نسبت به شناخت خدا و هدف خلقت. خیلی مهم هستش که من خدا رو بشناسم، از ذات خدا، محبت، عدالت، حکمت، رحمت، حداقل از این 4 ذات اصلی خدا نیز من با خبر باشم. در انجیل متی 21:22 میگه و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. به ایمان به این که میدانید خدا عاشق شماست، خدا شما رو دوست داره و خدا نسبت به مشکلات و سختی های تو هرگز بی تفاوت نیست، حتی نسبت به نیازهای تو میخواد سبقت بجوه. کلام خدا این رو میگه. شما امروز به دنبال این هستید که ویروس کرونا از روی زمین بره، اما خدا امروز به دنبال این هست نه تنها ویروس کرونا، بلکه ویروس گناه از روی کره زمین برداشته بشه، ویروس فقر برداشته بشه، ویروس بی حکمتی برداشته بشه، ویروس شرارت از روی کره زمین برداشته بشه، و نه تنها ما روی زمین بتوانیم حیاتی رو داشته باشیم در 70 سال، 80 سال، بلکه ابدی باشیم در حضور خداوند. از این رو هستش که خداوند ایستاده و نسبت به آرزوهای دل بشریت سبقت جست و یگان پسرش عیسی مسیح رو داد تا جان قدوسش رو بده تا انسان حیات ابدی داشته باشه. آمین. و این سهم تو شده، و این ایمانی هستش که خداوند میخواد در قلب ما روش کنه. مطابق عبرانیان 11:6 از شریف میخونم، اعلام میکنه و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد. بدون شناخت خدا، خدا دوستی قسمتی از سهم یک عاشق به خدا هست، معشوق به خدا هست، اما خدا شناسی هست که خدا دوستی رو تقضیه میکنه در مسیر عشق و محبت. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا میآید باید ایمان داشته باشد که او هست عشق، محبت، آرامش، پدری دلسوز، و به جویندگان خود پاداش میدهد. تنبیهشون نمیکنه،
پس هوشیار باشیم. خیلی هستن میگن خدا حالا داره کره زمین رو تنبیه میکنه، گناه اومده. خود گناه بزرگترین تنبیهه. میگن نه خب انسان ها از خدا دور شدن. دوری از خدا بزرگترین تنبیهه برای هر انسانی. خدا نمیاد فرزندی رو که میدونه قادر مطلق نیست، دانا نیست، حکیم نیست، اشتباه کرده، بر روی صلیب گفت خدای پدر گناه اینا بگذر زیرا اینا نمیدانند، حالا بیاد اونم زجرش بده. هرگز. این ما هستیم که این دردها و رنجها رو به خودمون گرفتیم، نه خدا دلیل بشه. اما خدا آنچه را که پیش میاد به خیریت میخواد برای ما تبدیل کنه. به طور خاص وقتی ما خدا رو دوست داریم و اراده خدا رو مطابق رومیان 8:28 نیست از او میطلبیم تا در این مسیر بتونیم قدمهایی رو برداریم برای جلال نام او. بنابراین مطابق انجیل یوحنا 3:16 ما ایمان به عشق بی نظیر و بی مرز خدا داریم. آمین. مطابق مرقس 4:40 ایمان ما ایمانی نیست که درش ترس باشه. اگر ترس هست پس ایمان ما اونجا ذلیله. ترس پادشاهی میکنه. پس خودت رو فارغ کن از هر ترسی. ترس اول عرض کردم هوشیاریه. ادامه ترس سلطنت ترس بر قلب توست، بر فکر توست، بر زندگی توست، بر خانواده توست، بر دوستان توست. چون سخنان ما دیگه سخنان ترس خواهد شد. این مجال رو نباید بدیم. و مطابق یعقوب 1:6 اعلام میکنه آن ایمانی که ما داریم نمیباید با شک و دودلی باشه، چرا که ما رو در جایگاه درست هرگز قرار نخواهد داد، بلکه ما با ایمان قوی میستیم برای جلال نام او. نقطه دوم، دعا با اقدام، یعنی با عمل، با اعمالمون. فقط این نیست که من بگم من دعا میکنم و تمام، من ایمان دارم، بلکه ایمان من فعاله، ایمان من اکتیوه، ایمان من منو صبحای زود بیدار میکنه با خدا رازگاهان داشته باشم، ایمان من به من کلام رو در صبح زود میده، نه اینستاگرام رو، نه فیسبوک رو، نه تلفن رو، نه خبرهای دیگر رو. اولین خبر رو من از آسمان از خدا میگیرم که وجود من پر از قدرت بشه، پر از قوت بشه، پر از روح القدس بشه، پر از شادی بشه، که اگر احیانا اخبار بد به من رسید میگم در نام مسیح باطلش میکنم، اجازه نمیدم چه این اخبار برای من باشه و برای اطرافیانم و چه برای جهان باشه. با قوت اعلام خواهم کرد، دروغ شیطان را نمیپذیرم. حقیقتی که در کلام خدا هست امید و شادمانی هستش که در کتاب مقدس آمده. اما در دنیای مجازی میتونه دروغ باشه، میتونه دروغای کوچیک رو بزرگ کنه، میتونه مشکلات کوچیک رو دروغ کنه و باعث ترس و وحشت مردم بشه. در نامه اول قرنتیان 16:13 اعلام میکنه بیدار شوید، بیدار شوید در ایمان، بیدار شوید مسیحی زاده ها، بیدار شوید. آنانی که در ایتالیا هستن، آنانی که در اروپا هستن فکر میکنن فقط مسیحی زاده ایه، بیدار شوند. ایماندارانی که تعمید گرفتن بیدار شوید، بیدار شید، احساس مسئولیتی که خدا بهتون داده نسبت به خدمت داشته باشید، خبر خوش نجات رو بدید. فقط تعمید علامت مسیحیت نیست، سرتیفیکت علامت مسیحیت نیست، مسیحی زادگی علامت مسیحیت نیست، با مسیح زندگی کردن علامت مسیح هست، با مسیح هم فکر شدن، همراه شدن، در راستی ایستادن. پس ایمان ما باید یک ایمان فعال باشه، نه به پدر و مادرم و کشیشم مربوط شده باشه. بیدار شوید در ایمان، استوار باشید، بایستید، نلغزید. توی کلیسا من مسیحیم، بیرون از کلیسا نه، میگم من کاری ندارم، من میترسم، آبروم میره. امروز بهترین فرصت هست به طور خاص برای هموطنان عزیز ما که توی ایران مریض هستن. شما میدونید خیلی از متاسفانه افراد فامیل ما که در قوم هستن دوچار این ویروس کرونا شدن و حتی یکی دوتاشون هم متاسفانه فوت کردن و بعضیشون هم الان توی اتاق CCU هستن، شرایط خیلی بدی دارن. من و زهره جان تمام فکرمون این هست که بتونیم با اینها یه صحبت کنیم تا قلب اونها لمس بشه و به مسیح ایمان بیارن. از این فرصت استفاده کنید و
خبر خوش نجات رو لطفا به اونها بدیم تا باعث نجاتشون بشه. بیدار شوید و در ایمان استوار باشید و مردان باشید، یعنی ایماندار، منظور مرد و زن یکی است، مطابق نامه قرانتیان غلاطیان 3:28 زن و مرد یکی است، مردان اینجا منظور ایمان داره. و زوراور شوید به توسط روح القدس، همون کاری که شما امروز انجام دادید، سپاسگزارم، همون کاری که عزیزان روی اینستاگرام روی فیسبوک دارن کلام خدا رو میشنون که خداوند به من و تو عطایا داده، نه فقط ایمان به مسیح بلکه عطایای مسیح، قوت مسیح، قدرت مسیح در ماست که دست بر مریضان بگذاریم اونها شفا پیدا کنن. چگونه است که شیطان چنین اقتدار کاذب رو میده به یه عده از مسلمانان بیخرد و بیحکمت که مردم رو تشویق میکنن به مراکز امامزاده های مرده برن و اونجا بلیسن در و دیوار اونجا رو؟ اون دروغ شیطانه. ما وای بر ما که غافل بشیم از آنچه که مسیح گفت، در نام عیسی مسیح بطلب تا به تو داده شود، متی 7:7 بطلب تا به تو داده شود. از ما نخواست که روی زمین قلب بخوریم، تو سر خودمون بزنیم، گاو و گوسفند بکشیم، آسیب به بدنمون بزنیم. اگر امروز من و تو آزاد شدیم، با اقتدار دعا کن برای این مریض ها و نترس، زنگ بزن به فامیلت که مریضه، مشکلی داره، و مطمئن باش که خداوند مطابق فیضش نیز عمل خواهد کرد. بیدار شوید و در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زورآور شوید. بنابراین دعا کننده نسبت به ایمان خودش مسئولیت داره. ایمان ما فقط توکل به خدا نیست، توکل به خدا بی خیالی نیست، توکل به خدا مسئولیت پذیریه. متاسفانه در ذهنم نیست، اما قسمتی از کلام خداوند اشاره میکنه، میگه آنانی که قول میدن، وعده میدن، تعمید میگیرن، به مسیح ایمان میآورن، اما نسبت به اون وعده که به خدا دادن پایدار نیستن، جایگاهشون بدتر از کسایی هست که هنوز ایمان نیاوردن. این آیه رو حتما به شما خواهم داد که وقتی این آیه رو من خودم میخونم بدنم میلرزه، چون خود منم خیلی قولا رو دادم، باید مواظب باشم، خیلی وعده ها دادم به خداوند، باید احتیاط کنم. پس ایمان من نمیتونه فقط یک ایمان زبانی باشه، بلکه عملا باید اون رو برای جلال خداوند نشون بدم. در کتاب یعقوب 5:16 میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل، کسی که رابطه خوبی با خدا داره، فقط زبونی نیست، صبح رازگاهان داره، شب شامگاهان با خداوند وقت میذاره، در رفتار و اعمالش مواظب هست، فقط نمیگه دروغ نگو، خودش هم دروغ نمیگه، اعلام میکنه که تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار داره. آیه بعدیش صحبت از الیاس میکنه که الیاس شخصی بود که با قوت میسته، دست خداوند میخواد که باران نیاد، باران قطع میشه چند ماهی و بعد اعلام میکنه خداوند رو بذار باران بیاد و بعد باران میاد. خدا نیز از ما این انتظار رو داره که در ایمان خودمون استوار باشیم و بایستیم. نکته بعدی، دعا با امید، با امید به وعده های خدا. آیا از وعده های خدا آگاه هستیم؟ آیا وعده های خدا رو میشناسیم؟ تا خدا با ماست، مشکلات و سختی ها برای آنون که خدا رو دوست دارن به بروید و بشارت بدید و تا انقضای عالم من با شما هستم. وعده های نیکوی خدا بسیاره، به یاد بیار وعده های نیکوی خدا رو. و نیزدیک وعده این هستش که مسیح مطابق انجیل متی 12:21 امید همه ملت هاست و امید من و تو هست و امید دیگران، به طور خاص در این روزهای سخت، هموطنی که امروز در سختی هست، در مشکل هست، خطر احتمال این که این ویروس اون رو در بر بگیره، این رو بدونه اگر قلب تو مسیح دادی، خداوند هرگز تو رو رها نمی کنه، ابدیت، آرامش، سلامتی. و اگر قلب تو مسیح ندیدی، بهترین فرصت هست که می توانید تماس بگیرید با کلیساهایی که نزدیک شما هستن، با کلیسای پرستاران مسیح، با شماره تلفن 818-716-4-3 که خادمین هستن، دعای نجات رو براتون بخونن. قلب تو مسیح بده، آزاد شو، از اسارت ترس بتونی آزاد بشی. و مطابق نامه عبرانیان 11:1 اعلام میکنه پس
ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده هست و ما این امید رو داریم. از صبح که داریم دعا میکنیم با شادی جان، امیر جان و خادمین در دعا بودیم، تمام پیام این هست که به مردم امید بدیم، مردم نترسن. این ترس از طرف شیطانه. مواظب باشیم. هوشیاری فرق میکنه، مواظب بودن فرق میکنه، اما نترسن، چرا که آسیب میخورن. از ترسه چه بسا بیشتر آسیب بخورن تا خود ویروس. چرا ما هممون این گونه فکر میکنیم؟ چرا ایمان داره؟ چرا اکثر واعظین خارجی، ایرانی، آمریکایی، همه دارن میگن نترسید؟ چرا؟ چرا که مسیح اعلام کرد من روح ترس رو به شما ندادم. روح القدس اعلام میکنه من به تو روح ترس رو ندادم. روح چه داده ما؟ قوت، قدرت، محبت کردن، رحمت رو به ما داده تا در اون روح بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. پس ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان یعنی دلایل چیزهای نادیده که ما ندیدیم. از این رو هستش که کلام خداوند اعلام میکنه زیر این آسمان فقط یک نام هست برای نجات، برای سلامتی، برای آرامش، برای امنیت. اون چه نامیه؟ نام عیسی مسیح هستش. از این رو هستش که در انجیل یوحنا 14:13-14 میخوانیم که مسیح اعلام میکنه در نام من بطلب تا به شما داده شود. و این رو باید با قوت به دیگران بگی. میگه بعد از رسول من قدرتشو ندارم، من الان قوتشو ندارم، خودم دارم میترسم. به یاد بیار خداوند در گذشته برای تو چی کار کرده، چگونه تو رو رهایی داده. با گواهید به دیگران این امید رو در قلب اونها قرار بده. و بهت قول میدم وقتی به یاد میاری این امید در قلب تو نیز کاشته خواهد شد. در انجیل مرقس 11:22-23 اعلام میکنه عیسی در جواب ایشان گفت. عیسی مسیح وقتی درخت انجیر رو میبینه میوه نداره، بهش اعلام میکنه، میگه یا میوه میاری یا خوش خواهی شد. وقتی بر میگرده با شاگردان میبینه اون درخت خوش شده. عیسی در جواب ایشان، یعنی جواب پتروس و شاگردان که گفتن این درخت خوش شد تو گفتی، گفت به خدا ایمان آورید، زیرا که هر آینه به شما میگویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده و به دریا افکنده شد و در دل خود شک نداشته باشه، با ایمان بپذیره که خدا قادره، خدا محبته، خدا دوستش داره، خدا صداش میشنوه، خدا اونو بخشیده، دیگه اون سرزنش روی اون قرار نداره، شک نداشته باشد، بلکه یقین دارد که آنچه گوید میشود هر آینه هر آنچه گوید بدو عطا خواهد شد. با اطمینان. چقدر ایمانمون رو اکتیف کردیم، چقدر فعال کردیم. خدا رو شکر برای وجودت که خدمت میکنی، به کلیسای مسیح میایی، دهیه که تو میدیم. اما ایمانت کجاست؟ ایمانت کجا تقویت میشه؟ ایمانت زمانی تقویت میشه که به خدمت مشغول بشی، خدمت تو شروع کنی، تعلیم بدی، با دیگران درباره مسیح صحبت کنی، برای مریضان دعا کنی و ببینی که اونجا کار میکنه خدا. فقط دیگران نبودن، امروز تو دی سهمی داری و خدا به تو اون عطایا رو داده، اون قدرت رو به تو داده تا بتونی از اون قدرت استفاده کنی برای جلال نامش. ایمان تو اونجا تقویت میشه. حتما در حضور خداوند پرورش پیدا میکنی، در کلام پرورش پیدا میکنی، اما در خدمت شما میتونی ثمره ایمان خودت رو ببینی. در غیر این صورت من فقط بشینم توی خونه کلام بخونم، دعا کنم و بگم، این ایمان فعال نیست، این ایمان اکتیو نیست عزیزان. ایمان اکتیو در خدمت هست. مشغول خدمت شو، از خدا بخو که خدمت تو به تو نشون بده خدمت تو چی هست، و اون موقع ببینی ایمان تو اکتیو خواهد شد. وقتی معجزات رو میبینی، تو دعا میکنی خداوند معجزه میکنه، تو دعا میکنی خدا شفا میده، ایمان تو نیز از اون جایگاهی که سالهاست شاید نشسته بلند میشه و جلال خدا رو نمایان میکنه. پیرزنی که توی خونه نشسته بود وقتی داشتش انجیل رو میخوند، وقتی رسید به این آیه که میتوانی دعا کنی و کوهی رو برداری، میره در برابر پنجرش میسته، دقیقا هم یک کوه بین اون و یک رود خیلی زیبایی بوده و میگفت چقدر خوب میشد این کوه نبود، من این روده رو میدیدم. و همون موقع میگه دعا میکنم در نام عیسی مسیح این کوه اینجا کنده بشه، صبح که من بلند میشم این کوه نباشه. صبح که میشه بلند میشه این کوه هنوز هست. میگه از اولم میدونستم اصلا نمیشه چه این چیزی. دعای ما چگونه است؟ ایمان ما چگونه هستش؟ میخوام تماس بگیرم با برادر بهروز عزیز
احتمالا بعد از بهروز هم الان با من فکر میکنم هستش روی فیسبوک. گواهی از بعد از بهروز شنیدم، میخوام شیر کنیم اینو. اگه میشه لطفا میکروفونو، یه میکروفون من بدید یا شاید نزدیک من سوت بکشه، که بعد از بهروز براش هفته گذشته اتفاقی افتاد و اینو برای من گفت و میخوام از خود بعد از بهروز بشنم. وقت شما بخیر بعد از بهروز. مرسی، ما دست از شما بر نمیداریم، کلیسام نیای، ما دنبال شماییم. یه دست بزنید افتخار بعد از بهروز عزیز، خادم خوب که البته به خاطر کسالتی که داشتن نیومدن، اما میخوام گواهی شما رو بشنویم. بفهم کاش من بله چش چش صدا میاد؟ بله بله صدا من خوبه؟ بله بله بفهم. این برمیگرده به دوشنبه هفته گذشته. البته اجازه بدین که من اول با کلام خداوند شروع کنم. خواهش من. از کتاب متا باب 8 آیه 17 رو براتون میخونم. لطف میکنید. تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد، که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. آمین آمین آمین. من طبق معمول دوشنبه ساعت حدودا 10:30 شب خوابیدم و 12 دقیقه فکر میکنم بود که بیدار شدم. یه مقداری سوزش داشتم و بعد میرفتم دستشویی، مزرعه میخوام ادرار بکنم و رفتم دستشویی. بعد از اینکه یه مقداری ادرار کردم، روی شکمم سمت راست لافم درد بسیار شدیدی بود که بعدم خیلی به آرومی بقیه بیدار نشن رفتم و دو تا قرص تاینانول برداشتم خوردم. برگشتم توی تخت و به شاید 5 ثانیه بعد، دقیقم نخورد، شدت درد بیشتر شد و افتاد به قسمت پهلوی راست من و حالت استفراغ داشتم. بلند شدم دوباره رفتم توی دستشویی و شروع کردم به استفراغ. البته چیزی نمی اومد بالا، فقط اون حالت شدید استفراغ بود. از اون سر و صدا خانم من بیدار شد و پسرم هم پیش ما بود اون شب، اون بیدار شد. گفتن که یه حوله گرم بزنید و حوله گرمی که گذاشتن باز درد من خیلی شدید، که حوله رو انداختم اون طرف و گفتم من اصلا این درد رو نمیتونم تحمل بکنم. و واقعا همچین تجربه دردی من نداشتم تا الان. گفتم بریم سری بیمارستان. پسرم منو گذاشت تو ماشین و ما رفتیم همین بیمارستان تازه نوت و دم ورودی اوژانس، همون جایی که آمبولانس ها میستن، ماشین پسرم اونجا نگه داشت و تا من اومدم پیاده بشم، اون نگهبان دم در یه دونه از این صندلی چرخدار آورد و منو نشوندن رو. رفتیم، قبل از اینکه وارد خود قسمت اوژانس بشم اونجا از من فقط سوال کردن تب داری سلطه اینا. گفتم نه، من فقط فکر میکنم که مشکل از کلی هم بود. از ما رد شدیم، رفتیم قسمت داخلی، در واقع قسمت پذیرش اوژانس، که اونجا شروع کردن یه از این سرنجایی که به آدم بکنن دارو اینا وارد بدن من بکنن به رگ من زدن و اون مسئول، اون پرستارم داشت سوال جواب میکرد، آدرس بیمه از این چیزایی که توی اون اصطلاح برای رجیستر کردن می نویسن اون اطلاعات از من می گرفت. و من اون موقع گردم اینقدر شدید شده بود که روی بیکر که نشسته بودم زانوام می خورد به هم و می لرزیدم شدید از اون. تو اون شرایط چه بودم، از من یه سوالی کرد، من متوجه نشدم. برگشتم، پسرم که بالا سرم بود به اون نگاه کردم، گفتم چی میگه؟ و دیدم چشمای پسرم حالت عشق داره، خیلی حالت غمگین و ناراحتی تو چهره اون دیدم و به من گفت میگه که الان یه چیزی مثل مورفین به تو میزنن و دردت بیاد پایین و تو رو ببرن جواب آزمایش خوناتو ببینن چیه و تو رو سی پی اسکن بکنن. بله. گفتم باش بابا، فقط تو دستت رو بذار شونه من، برای من دعا کن. اون حقیقتا اعلام میکنم من
تجربه کرده بودم که پسرم عطیه شب‌ها رو داره. خدا رو شکر. ایشون هم دست گذاشت رو شونه من رو شروع کرد دعا کردن و منم گفتم آمین. بلا فاصله من حس کردم که دوره باید برم توله، دوره باید برم دستشویی. گفتم من باید برم دستشویی. اون آقایی که اونجا نشسته بود روبروی من یکم اهمال کرد، گفت نه بذار من کارم انجام بدم. گفتم من الان باید برم دستشویی، من همین الان باید برم دستشویی. نه اصلا ایشون قبول کرد و یه دونه از این کاپای کوچیک به من داد و گفت خیلی خب پس میرسی شما توی این اضرار کن که ما به اضرارت هم آزمایش بکنیم. من همونه گرفتم و همون صندلی چرخ دار منو بردن دستشویی، من رفتم داخل و اضرار کردم توی اون کاپ و یه لحظه نگاه کردم دیدم که توی اون اضرار من اندازه یه دونه برنج ولی به رنگ تقریبا میشه بگی سیاه توی ادرارم بود و متوجه شدم که اون سنگ رو من دفع کردم و در اون لحظه هیچ گونه دردی دیگه در من نبود. هاللویا، خدا رو شکر. آمین، خدا رو شکر. اومدم بیرون، حتی دیگه رو صندلی چرخترم نشستم و یعنی راه قدم زدم، اومدم بیرون و اونو دادم به پسرم، گفتم نگاه کن. پرستار اومد جلو، دادیم دستش و دو تا پرستار و یه آقای دیگه اونجا بودن با تعجب به هم که نگاه کردن و گفت اوکی بشین تو بهت مورفین رو تزریق بکنی. گفتم من نمیخوام چون من دردی دیگه ندارم. و اینا با تعجب هم دوستن که چطور میشه در یک لحظه همچین اتفاق بیفته، ولی افتاد. خدا آمین. آمین که با این به هر حال منو بردن سی تی اسکن کردن، گفتن نه هیچی ما نمیبینیم. بعد نیم ساعت و گفتن ما دوباره تو رو سی تی اسکن میکنیم، این باید یه مایه میزیم این به بدنه که با دقت بیشتری باشه. بار دوم این کار کردن و باز چیزی نبود و نهایتاً چهار صبح دیگه من خونه بودم بدون هیچ مشکلی و خدا رو شد هفت صبح رفتم سر کارم حاضر شدم. هللویا، شکر شکر. با سپاس، با سپاس. ما شفا دهنده است. من باید فقط بخوان به نام عیسی مسیح بطلبیم و دریافت بکنیم. آمین. به یه نقطه هم اجازه بدید اینجا اشاره بکنم. خواهش من. همه ما تجربه اینو داشتیم که بعضی موقع هم دعا میکنیم برای بیمار ولی شفا نمیاد. نظر من مسائل مختلفی هست. یکی این که شفا بعضی موقع ها بایستی در زمان جاری بشه. آمین. شفا رو ما یک آمین. ولی هنوز به اون مسیر خودش پی نشده. ولی در مورد شخص خودم میخوام بگم. بله. ای کاش اون شب من شفای کامل گرفته بودم. حقیقتا. خواهش میکنم دقت کنین به گفتم. من شفای جسمو گرفتم. درد از من برداشته شد. ولی شاید هنوز روح من باید شفا بگیرد. جانم. من ایمان دارم که اگه جسم من به طور کامل و روح من به طور کامل شفا بگیره اصلا من روی زمین نخواهم بود، من در آسمان خواهم. جانم. خداوند به من فرصت داد، خداوند به من فرصت دوباره توبه داد، خداوند به من فرصت دوباره کار داد. آمین. خداوند هنوز میخواد از من استفاده بکنه. هللویا. من نمیدونم، ولی دلیل این که شفاها من جاری نمیشه دلیل کتاب مقدس داره که از دانش و علم من بیرونه. جانم جانم، ممنون از مطالبی که فرمودید، سپاسگزارم. مرسی، شما رو دستان خدا می‌سپارم. عزیزید عزیز، بازم به افتخار برادرمون دستی بزنید. یه عزیزی لطفا این میکروفون رو بیار. بله، پس آنچه را که ما امروز شاهد بودیم از گواهی برادرمون هر روزه پیش میاد، برای همه ما پیش اومده به نوعی مختلف. پس این امید رو از دست نده، این امید رو از دست نده و مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. نکته بعدی، دعا به اراده خدا. همه ما به خوبی میدونیم مطابق انجیل متی باب 6 آیه 10 حتی مسیح میگه در ابتدا اراده او رو بخوایم. اما اراده او رو میخوایم به خاطر چی؟ اون ما رو آفریده، اون بهتر از هر کسی میدونه در مسیر هدفی که ما رو آفریده کجا ما رو قرار بده. پس میباید در این قسمت اون حساسیت کافی رو داشته باشیم نسبت به اینکه اراده خدا برای من میتونه نیکو باشه. و مطلب بعدی، فراموش نکنیم از این به بعد ما مال مسیح هستیم، ما متعلق به خودمون نیستیم. قبل از ایمان متعلق به خودمون بودیم. قبلا هم عرض کردم خدمتتون، من زمانی که مسیح ایمان آوردم خداوند به من رویا داد که توی اون رویا من توی تخت بیماری بودم و دکتر منو جواب کرده بود. من تو اون رویا دیدم مسیح آمد و مسیح
بهای سلامتی و شفای من رو اونجا داد و من خوب شدم. و مسیح تو چشای من نگاه کرد تو اون رویا، گفت به همسرت زهره بگو از این به بعد تو مال من هستی. نه اینکه اون رو محبت نکنم، نه اینکه دوستش نداشته باشم، اما حالا دیگه من کاملا مال مسیح هستم. و وقتی من از این رویا در اومدم، زهره جان البته اون موقع هنوز به مسیح قلبش رو نداده بود، ولی بهش گفتم، گفتم زهره جان من قرار بود بمیرم، مسیح منو نجات داد، پس من کاملا زندگیم مال اون هست. و بعد چندی زهره جان قلبش به مسیح داد و من و خانواده‌ام و کسایی که به خانواده من میپیوندن، از دامادها گرفته شده تا دخترها، مال مسیح هستن که نام او رو در کلیسای مسیح جلال بدن. هر کجا هستن نام او رو جلال بدن. و تو که به مسیح ایمان آوردی، تو نیز مال مسیح هستی، همسرت مال مسیح است، فرزندت مال مسیح است. شیطان هیچ حقی روی خانواده تو و روی تو نخواهد داشت. با ایمان رو بپذیر که خداوند با تو خواهد بود. نامه غلاطیان 2:20 اعلام میکنه با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان به پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد، یعنی جانش را برای من و تو داده. آیا امروز ما را رهایی نخواهد داد از این مشکلات؟ و نیز اراده خدا بسنده به این نمیکنه، بلکه اراده خدا این هست که من به مسیح بنگرم، بهترین نمونه، کسی که اراده کامل خدا را انجام داد، خود عیسی مسیح است. به مسیح نگاه کن، توی سختی‌ها، توی مشکلات ببینید اگر مسیح بود چگونه عمل میکرد. توی این مشکلات، تو بحران‌ها مسیح چگونه عمل میکرد؟ در نامه عبرانیان 12:3 رو براتون میخونم، اعلام میکنه: پس اگر میخواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید. زندگی مبارزه است، حتی اونهایی که مسیح ایمان ندارن اعلام میکنم، یعنی زندگی یک مبارزه است. پس اگر میخواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید، به صبر و پایداری مسیح بیاندیشید، به او که از سوی گناهکاران مصیبت ها کشید. به اون نگاه کنید و این نیز دلیلی خواهد شد که شما در آرامش باشید. دعای ما با احتیاط، یعنی با هوشیاری. نکات رو داریم؟ سپاسگزار میشم این نکات رو برای هموطنانمون هم داشته باشیم. دعا با احتیاط، یعنی من هوشیار باشم که بدونم توی بحران ها چگونه عمل کنم، تا مبادا از اون آرامش، از اون شادی، از اون حکمت، از اون قوت و قدرتی که خداوند میخواد به من بده دور بشم. به نوعی که ترس، همون گونه که گفتم، نگرانی، افسردگی، خستگی بدتر از ویروس کرونا در ما کار کنه. الان ما شاهد هستیم، دولت آمریکا اعلام کرده بیشتر از 250 نفر نباید باشن. در فردا میگه 50 نفر نباشن. میدونم که کلیساهای اورنج کانتی بسته شده، تعطیل کردن. سن خوزه کشیش کامل رو میدونم اعلام کرد، گفت تعطیل کردیم، جلساتمون رو نداریم، به خاطر اینکه برای سلامتی مردم میتونه خوب نباشه. اما عجیبه، سینما نمیرن، مهمانی نمیرن، کنفرانس ها رو نمیرن، جیم نمیرن دیگه، اما همه رفتن تو صف کاسکو وایسادن. هیچ کجا نمیرن، تو صف کاسکو هستن. فکر نمی کنید ترس خطرناکتر از ویروسه؟ چند روز پیش یه نفر به رادیو زنگ زد، به مجری رادیو، گفتش که ببخشید این مریضی کرونا اسهال هم میاره؟ گفت نه چطور مگه؟ گفت پس چرا دستمال توالت پیدا نمیشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چون ایمانی نیست. چرا که این ترس اومده تمام اون جایگاه رو گرفته. چرا که وقتی ترس میاد، نگرانی میاد، آسیب به من و تو خواهد زد. هوشیار باشیم. اتفاقا توی این موقعیت ها باید مواظب باشید. من متاسفانه شاهد بودم توی این چند روز که افرادی که اهل علم و منطق هستن منطقی صحبت نمی کنن. من شاهد بودم. افراد روحانی رو دیدم دیگه روحانی صحبت نمی کنن. من شاهد بودم. هوشیار باش. اگر ترس بر تو حاکم بشه، تو اون شخصیتی هم که خدا پروروندتت نمیتونی باشی. پس با ایمان زندگی کن، با ایمانی استوار زندگی کن و احتیاط کن، مبادا به دام شریر گرفتار بشی و شیطان تو این وضعیت، حتی ما که مدعی هستیم که فرزندان خدا هستیم، از ما به نوعی استفاده کنه که معلمین کاذب تو این دنیا مطابق لوقا 21:8 یک دفعه بر ما سروری بکنن. اینقدر بگم بترس بترس بترس، تمام زندگی مردم
شده دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی، نمیشه دیگه تو اتاقاشون نمیتونن برن و محبت هیچ کجا یافت نمیشه، مهربانی گویا دیگه تموم شده. مردم ما تو ایران دارن چگونه الان زندگی میکنن؟ هیچ امکاناتی ندارن، هیچ امکاناتی ندارن. خدا رو شکر برای این سرزمین همه چیز هست. چرا هرس؟ چرا طمع؟ برای اینکه هوشیار نیستیم. چون هوشیار نیستیم، هرس و طمع داره جایگزین مهر و محبت میشه. پس اگر در دعا هوشیار نباشیم که حکمت رو از خدا بگیریم، متاسفانه ترس حاکم خواهد شد. در نامه کلوسیان 4:2 میگه در دعا مواظب باشید. صدای خدا رو بشنویم، فقط دعا نکنیم، ورد نکنیم. در دعا مواظب باشیم و در آن با شکرگزاری بیدار باشیم. خدا رو شکر حتی برای این روزها. چرا؟ وقتی شکرگزار هستی یعنی که بدونی که خدا قادر هستش و خدا تحت کنترل گرفته دنیا رو. نترس و به تو کمک خواهد کرد. تو قرار نیست برای خودت دیگه تلاش کنی، چون نمیتونی کاری بکنی. بسپر اونجا به خدا. اما این هوشیاری رو نیز باید داشته باشیم که مبادا رفتار ما، اعمال ما متاسفانه در مسیر بیخردی قدم بگذاره و آسیب بزنه. باز در اول پتروس 5:8-9 اعلام میکنه که هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس تو همین روزها، تو همین روزهای بحرانی میتونه آسیب بزنه، میتونه سوء تفاهم بشه، میتونه جنگ ها بشه. مواظب باش. خواهشم اینه تو بحث در این روزها خودتو قرار نده. شاید فکر میکنی طرفی که مخاطبته داره بهت زور میگه، هیچی نگو، آب دهنتو قوت بده، فروتاش. منطقی حرف نمیزنه، انسانی حرف نمیزنه، روحانی حرف نمیزنه. تو این بحران یه بحران دیگه ایجاد نکن توی زندگیت. آروم باش، بذار اون زورشو بگه. اینجا همونجاست که مسیح میگه اگر کسی زد تو گوشت، اون رو تن بیار. اون رو روی حکمت هست، چون که شیطان نشسته منتظره، میخواد خانواده تو رو به هم بریزه، میخواد اینقدر استرس بده بین تو و همسرت، بین تو و بچه‌هات، بین تو و دوستات تفرقه ایجاد کنه. پس این هوشیاری رو باید داشته باشیم ما. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. پس با ایمانی استوار شده با او مقاومت کنید. در بحث، در تلخی، در کینه و نفرت، در بدخویی، در خشم و عصبانیت خودت رو قرار نده. در بدبینی خودت رو قرار نده. لطفاً مواظب باش، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستن میاد. طبیعیه، طبیعی هست، ولی هوشیار باش که اجازه ندی که ترسا و نگرانی به تو آسیب بزنه. نکته ششم، دعا با احسان. دعایی که با محبت، عشق، مطابق آنچه که ما در انجیل متی 5:43-44 میخونیم، اعلام میکنه برای دشمنان خود دعای خیر بکنیم، بعد اونها رو نخواهیم. این صداها میاد، میدونی چی شده؟ این ویروس اومده، چینی ها اینو درست کردن مردم رو بدبخت کنن. گوش نکنید. آمریکا درست کرده سرمایه داری کنه. گوش، همه دروغه. اینا همه جزء در اصل سخنانی هست که پشتبانش هیچ سندی نیست، ولی دل تو رو تاریک میکنه نسبت به مردمی، نسبت به قومی، نسبت به دولتی. هوشیار باشیم که اجازه ندیم چیزی که هیچ سندی نداره چرا میاد قلب تو رو میخواد تاریک کنه. مجال اینو ندید. اگر امروز این ویروس هست، دعا کنید خدا ویروس رو برداره. قضاوت و داوری بد نکنیم نسبت به ملت‌ها و مردم و دولت‌ها. این هوشیاری رو داشته باشیم، چون این باعث میشه که محبت از دعای من و تو گرفته بشه. نسبت به دیگرانی ناراحت هستیم، تو دلمون اونها رو لعنت میفرستیم، و نسبت به ملت دیگه دوست داریم خدا اونها رو شفا بده. و این چه دعایی هست؟ این اون دعایی نیست که خداوند به ما نیز تعلیم داده. در نامه یعقوب 3:17 اعلام میکنه لیکن آن حکمت که از بالا میاد به توسط دعایی که میکنی، اول طاهر است و بعد صلح آمیزه، باعث صلح رابطه ها رو خوب میکنه. شما برات فرقی نمیکنه، برای همه دعا میکنی. همونطور که ما امروز درست مخالف نظام اسلامی هستیم، ولی هرگز قلب من گواهی نمیده هیچ شخصی توی ایران با شرایط و پست مقام جمهوری اسلامی که داره با کرونا و یا مریضی دیگه بمیره. هرگز قلب من این گواهی رو نمیده و قلب شما گواهی نمیده. آرزوی ما این هست که اونها زنده باشن و توبه کنن
و به سمت خدا برگردم. لیکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است و بعد صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه‌های نیکو و بی‌تردد، یعنی بدون شک و بی‌ریا هستش و میتونه حقیقتاً عمل کنه. و ما میدونیم که ما فرزندان خدا هستیم و چون فرزندان خدا هستیم مجال این رو نباید بدیم هرگز هرگز که با خشم و عصبانیت با یک کینه حتی به حضور خدا بریم نسبت به دیگران. هرگز. مزمور 81:10 میگه من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم، تو را از گناه نجات دادم. من و شما امروز به عنوان فرزندان خدا آزاد شده هستیم، شفا یافته هستیم. دهان خود را نیکو باز کن. آمین. برای سلامتی، برای شفا، برای امید دهان خود را به نیکو باز، به نیکویی باز کن و من آن را پر خواهم ساخت. پر از امید، پر از سلامتی، پر از شادمانی. که این دعا بتونه به ما هم برکت بده هم به مخاطبین ما باعث برکت و سلامتی بشه. نکته آخر، دعا در امنیت. ما ایمان داریم که به توسط عیسی مسیح امنیت امروز ما تو دستای اونه. آمین. و امنیت فردای ما که رستگاری در حضور خدا هستش. به همون گونه که بارها عرض کردم مکاشفه 21:4 اعلام میکنه هر اشکی را از چشمان شما و من پاک خواهد کرد. دنیا رحمیه، سخت نگیریم. نمیگم برای سلامتی تلاش نکن، اما حواسمون هم باشه و حواسمون باشه. رسول که بر فرض مثال این گونه نیست، البته بگی 55-6 سالش هست، همون 20 ساله هستم بر فرض اگر هستم، دیگه خیلی عمر بکنم 50 سال دیگه عمر میکنیم، درسته؟ نهایتش باید بریم آسمان. آیا ارزش اینو داره که من از دست یکی ناراحت بشم توی صف فروشگاهی که اون رفته دستمال کاغذی‌ها رو گرفته به من نرسید؟ حتی از دست عده‌ای ناراحت بشم که اینها پر از وجودشون پر از طمع هست، حتی این مجال هم نباید بدی. برای اونها هم باید دعا کنی. با آرامش زندگی کن. فرزند خدا باید با آرامش. امنیت امروز تو دست خداست. خدا نمیذاره تو بر اثر فرق توی این حد به طور خاص تو اروپا و تو آمریکا بر اثر فرق بمیرید. حواسمون باشه. خیلی نگران این چیزها نباشیم. صحبتش خیلی زیاده. نذارید این صحبت‌ها روی شماها تأثیر بذاره. مطمئن باشید که هرگز بر اثر فرق تو این کشورها شما نخواهید فوت کرد و به شما آسیب نخواهد خورد. پس این موقعیت داشته باشید. در نامه اول پتروس 3:12 میخوانیم، اعلام میکنه از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است. ما میدونیم که به توسط مسیح عادل شدیم. آمین. پس رابطه خوبی داریم با خدا. از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لیکن روی خداوند بر بدکاران هست. نگران نباشید، هستن کسایی که دارن ظلم میکنن. این صداها رو هم لطفاً باطل کنید. ادعی هستن این ویروس رو درست کردن ثروتمند بشن، مردم جهان باید از اصلا چنین چیزی باشه. من و تو فرزند خدا هستیم و اگر در بین عزیزان ما روی اسکای، روی اینستاگرام و یا روی فیسبوک کسایی هستن یا تکرار این برنامه، قلب تو مسیح نیدی، قلب تو مسیح بده، اون موقع میبینی این دنیا یک رحم بیشتر نیست. جهان اصلی ما در حضور خداست که کمال خوشی هست و ابدیت ما توی دستان او خواهد بود. از اون رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لیکن روی خداوند بر بدکاران هستش. برای دشمن دعای خیر کن و مطمئن باش خداوند جواب او رو خواهد داد. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بشنویم. مزمور 4:6-8 رو لطفاً زوره جان زحمت شو بکش، ممنون میشم. شاعر اعلام میکنه من از آن روز که در بند تو هم آزادم. وقتی خودتو دادی مسیح آزاد هستی، شفا رو داری. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم. تا خیال قد و بالای تو در فکر من است، که تو چقدر منو دوست داری، عاشق من هستی، بهترین هستی. گر خلایق همه سر ورند چو سرو آزادم. من آزادی رو دارم. خیلی ها ادعا میکنن، اما آزادی برای من و تو هست که به عنوان فرزندان خداوند نام ما در دفتر حیات ثبت شده. آمین. بشنویم لطفاً از مزمور 4:6-8. بسیاری میگویند کیست که به ما احسان نماید؟ ای خداوند نور چهره خیش را
بر ما برافراز. آمین. شادمانی در دل من پدید آورده ای، بیشتر از وقتی که غله و شیره ایشان افزون گردید. به سلامتی می خسبم. آمین. شب آرامش بخواب، نگران نباش، اخبار بد شنیدی. تو فرزند خدایی، تو هموطن عزیزم که با ما هستی، تو فرزند خدایی. اعلام کن من فرزند خدا هستم. شیطان هیچ حقی روی زندگی من نداری. آمین. بله بفرمایید. و به خواب هم می روم، زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن می سازی. آمین. 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 عزیزان این نکات رو لطفا بنویسید. اینها جمع‌آوری از تحقیقات خود من هستش. سعی کردم با الف شروع کنم که توی ذهنمون بمونه. آیات کاملا مربوط هست. میتونید از عزیزان میتونن عکس بگیرید و عزیزانی که دارن ما رو روی فیسبوک میبینن میتونن این رو داشته باشن و هر روز بهش نگاه کنید، به آیاتش نگاه کنید تا پر از قوت و برکت بشید. از انسان نیست، از خود خداوند هستش. بیایم لحظه ای لطفاً سرهای خودمون رو خم کنیم.